کمتر کسی را میتوان یافت که با نام نیکولا تسلای غریبه باشد. نویسنده زندگی نامه او از ارتباط نیکولا تسلای با موجودات فضایی خبر میدهد. در این ویدیو نگاه کوتاهی داریم به اظهارات نویسنده کتاب زندگی نامه نیکولا تسلای درباره او. من امید هستم و شما را به تماشای این ویدیو دعوت میکنم. اگر هنوز ما را سابسکرایب نکرده اید، برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما برای دکمه سابسکرایب بکشید. نیکولا تسلای در مواردی بسیار صدای مکالمه موجوداتی را میشنید که در اطراف او حضور نداشتند. او این صداها را همچون مکالمه گروهی از مردم با همدیگر توصیف میکرد. تسلا از این مکالمات یادداشت برداری میکرد و معتقد بود که موجودات هوشمند سایر سیارات در حال صحبت کردن با همدیگر هستند. او با وجود آن که از زبان مکالمه آنان بی اطلاع بود، همواره حس میکرد قادر است صدای بیگانگان را بشنود. تیم استوارز به عنوان نویسنده زندگی نامه نیکولا تسلای در کتاب زندگی نامه این نابغه بزرگ آورده که او به احتمال فراوان با موجوداتی از سایر کرات در ارتباط بوده است. فهرست دستاوردها و اکتشافات نیکولا تسلای بسیار پیشتر از تصاورات مردمان آن زمان بوده و احتمالاً علت نبوغ مثال زدنی او را میبایست در زمینه‌های اثرآمیزی جستجو کنیم. اما فرضیه ارتباط نیکولا تسلای با موجودات فضایی تا چه اندازه میتواند جدی باشد؟ اظهارات نویسنده کتاب زندگی نامه نیکولا تسلای موضوعات اسرارآمیز مرتبط با زندگی و اکتشافات نیکولا تسلای را به چارش وامی دارد. گفته میشود که بخش بزرگی از اسناد و یادداشت‌های او توسط دولت امریکا مصادره گردیده و بسیاری از مردم نیز بر این باورند که دستاوردهای خارق‌العاده او احتمالاً برای منافع صنعت خطرناک بوده است. یکی از عجیب‌ترین بخش‌های زندگی نیکولا تسلای لحظه کشف اولین سیگنال‌های رادیویی بیگانه بود. به نقل از کتاب زندگی نامه نیکولا تسلای به نوشته تیم استوارز، او در حال آزمایش یکی از جدیدترین اختراعات خود بود که ناگهان متوجه انتقال سیگنال‌های رادیویی عجیب و غریب شد که به عقیده او منبعی فرازمینی داشتند. پس از این رویداد، تسلا تصمیم گرفت با حساسیت بیشتری گیرنده‌های رادیویی قدرتمندی را بسازد تا این سیگنال‌های رادیویی را رمزگشایی نماید. در واقع این رویداد آغازی بر ارتباط نیکولا تسلای با موجودات فضایی بود. پس از ساخت این گیرنده‌های قدرتمند، تسلا اظهارات عجیب و غریبی در این باره ارائه داد. تیم استوارز در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهارات تسلا را اینگونه تشریح کرد: در آن زمان دانشمندان در این باور بودند که سیاره مریخ مکانی برای زندگی موجودات فرازمینی است. از همین رو تسلا نیز معتقد بود که منشأ این پیام‌های صوتی سیاره سرخ بوده و آنها سعی در برقراری ارتباط با ما دارند. سوابق مهمترین فعالیت‌های نیکولا تسلای در دست ارتش ایالات متحده است. با این حال تیم استوارز ادعا می‌کند که توانسته تعدادی از این اسناد خصوصی را در سال 1976 به دست آورد. به عقیده این نویسنده، اطلاعات حیاتی و ارزشمند نیکولا تسلای برای زمینیان به علت فعالیت‌های مردان سیاه‌پوش از دسترس خارج هستند. بهتر است که بدانید مردان سیاه‌پوش یکی از پررنگ‌ترین نقش‌ها در نظریه‌های توطئه بازی می‌کنند. او مردی با کت و شلوار مشکی رنگ است و با رویدادهای مرتبط با موجودات فرازمینی پوشش می‌گذارد. مرد یا مردان سیاه‌پوش در بسیاری از این اتفاقات حضور دارند و برای سازمان‌های ناشناخته کار می‌کنند که حتی امروزه نیز هویت آنها ناشناخته است. این مسئله تا جایی پیشروی می‌کند که برخی از طرفداران تئوری توطئه می‌گویند که مردان سیاه‌پوش در واقع همان بیگانگان هستند. با استناد به نشنال جیوگرافیک، بسیاری از فعالیت‌های نیکولا تسلا توسط دولت زیر نظر قرار داشت و پس از مرگ وی توسط ارتش ایالات متحده مصادره شد. بعدها عوامل و دارایی او به خانواده‌اش بازگردانده شد و برخی از اختراعات او در موزه تسلا و در سال 1950 به نمایش عموم درآمد. اما هنوز هم برخی از نوشته‌ها و یادداشت‌های نیکولا تسلا به صورت مخفیانه توسط دولت نگهداری می‌شود.
نیکولا تسلا اختراعات چشمگیر و بسیار پیشرفته تری را نسبت به زمان خود داشته است که از جمله آنها می توان به اکتشافات پیشگامانه ای همچون ارتباط رادیویی بی سیم، موتور، توربین، هلیکوپتر، لامپ‌های نئون، اشعه ایکس و اژدرهای آبی اشاره کرد. نیکولا تسلا تا زمان مرگش تعداد 700 اختراع از خود بر جای گذاشت. ارتباط نیکولا تسلا با موجودات فضایی موضوعی قابل تأمل و به عقیده بسیاری از مردم امکان پذیر است. در پی این رویداد نیکولا تسلا اظهار کرد: من هرگز احساسات اولیه خود را ضمن مواجه شدن با این پدیده فراموش نمی کنم، چرا که در همان مشاهدات اولیه تصور می کردم که عواقبی پیش بینی نشده در انتظار مردمان زمین است. کمی بعد به این نتیجه رسیدم که بشریت در آستانه یک دستاورد و اکتشافات بی سابقه است. مشاهدات اولیه من بسیار ترسناک بود، چرا که در مورد این سیگنال ها هیچ چیز به درستی روشن و واضح نبود. این رویداد برای اولین بار در آزمایشگاه شخصی من و در تاریکی شب اتفاق افتاد. در آن زمان تصور این که سیگنال های مذکور به صورت کنترل شده و از سوی موجودات دیگر باشند برای من غیر قابل تصور بود. من با یادداشت برداری از این سیگنال ها متوجه بروز تغییراتی در بازه های زمانی مختلف شدم. حتی در مواردی نظم و اعداد ریاضی را نیز می توان در آنان جستجو کرد، اما به هیچ گونه ای توسط راهکارهای علمی فعلی قابل بیان نبود. البته من با جریان ها و سیگنال هایی که توسط خورشید یا زمین تولید می شوند آشنایی دارم. از این جهت اطمینان دارم که هیچ یک از اینها منشأ اصلی سیگنال های مذکور نیستند. حتی تغییرات و اختلالات اتمسفری زمین نیز نمیتوانند منشأ این سیگنال های اسرارآمیز باشند، چرا که ماهیت آزمایش های من چنین مسئله ای را به کلی رد می کند. از این رو در برخی موارد تصور می کنم که سیگنال های مذکور توسط موجودات هوشمند در حال کنترل شدن هستند. اگرچه فرصت و دانش کافی برای رمزگشایی این پیام ها وجود ندارند، اما اطمینان دارم که این رویداد تصادفی نیست. نظر شما در این باره چیست دوستان؟ آیا فرضیه ارتباط نیکولا تسلا با موجودات فضایی قابل پذیرش است؟ سپاسگزارم که با من همراه بودید. لطفاً برای دریافت ویدیوهای بیشتر از ما را سابسکرایب کنید.